بس شيء جاك قلت أنك جزاي تان بيع مشكلة ليس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع ويجن جميل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابي كرام وقت كي بركات سيد مباركي ميگفتن ميگفتن تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الله متعال از ما و شما اعمال صالحی کل ما و شما را قبول بکنه و طبعا نقطه‌ای که ما و شما مسلمان ها رو در نظر داشته باشیم اول خبر کل دوستایی که در هر جای دنیا هستین براتون میگم که تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال الله متعال اعمال همه ما و شما را به درگاه خود قبول بکنه چیزی که بسیار مهم است این است که عید در اسلام در نظام فرهنگی اسلام یا نظام ثقافتی اسلام عید یک عبادت است این رو باید بفهمیم که عید مسلمان های یک عبادت است و وقتی که عبادت شد ما و شما پنج چیز گفته بودیم که نوعیت عبادت، کیفیت عبادت، زمان عبادت، مکان عبادت و تعداد و چیز عبادت نوعیت، کمیت، کیفیت، زمان و مکان پنج چیز عبادت این الله متعال تعیین میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم تبلیغ میکنه اینال اول در قسمت تعیین عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه منوره تشریف آوردن دیدن مردم عیدهای جاهلیت دارن به نام عید نیروز که عرب ها او را از مردم های فارس گرفته بودن فارسی زبان ها و مردم امپراتوری فارس نوروز میگفتن باز عرب ها عید نیروز میگفتن یک عید دیگه داشتن به نام فارسی ها به نام مهرگان میگفتن و عرب ها باز گاف شب جیم تبدیل کرده بودن به نام عید مهرجان که ایرا در قدیم یا به حساب موسم گرفته بودن پادشاه ها تعیین کرده بودن خب پادشاه تعیین کرده بود و یا به حساب عبادت که مجوسی ها مثلا روزه می گرفتن باز در روز نوروز عید می کردن به هر صورت اگر متعلق عیاد نوروز و مهرجان و دیگه عیدهایی که بودک کریسمس و غیره اینال عیدها مربوط به دین دیگر ها می شد مربوط به پادشاه ها می شد و تعیینش از طرف پادشاه ها بود و این خلاصه به اسلام ارتباط نداشت وقتی که دین اسلام آمد و در اسلام هر چیز عبادت است هر کاری که ما و شما می کنیم خوشی می کنیم خوشی ما هم در عبادت حساب می شن این عید در حقیقت عبادت است برای ما و شما چرا؟ واذکر الله فی ایام معدودات وقتی که ما ذکر الله را میکنیم یا ایام تشریق است وقتی که میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد اینال اید دو اید در اسلام تعیین شد یعنی نوعیت باش به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اید هر کسی به عقیدهش تعلق داره عید مجوس به عقیده مجوس تعلق داره عید نصرانی به عقیده نصرانی ها تعلق داره و عید مسلمان ها به عقیده مسلمان ها تعلق داره و عبادت است چرا ما عید میکنیم عید قربان به خاطر از اینکه بزرگترین عبادت یکی از ارکان مهم اسلام چی است حج است به خاطر که مسلمان ها حج میکنن این مسلمان ها عید میگیرن قربانی میکنن به خاطر رضایت الله این چی میکنن تجلیل میکنن این عید میگیرن و رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که الله متعال بر شما تبدیل کرده به عوض عیدهای دیگه دو عید آورده تبدیل چی مانا؟ تبدیل به این مانا که او رو سوکو تبدیل حالا تو نمیشه که مثلا ما کس رو بگم این موبایل تکت موبایل ما تبدیل میکنی باز بگم موبایل تو هم از ما باشم موبایل خودم هم از خودم باشه بعضی کسا این مانای تبدیل نمیفهمن از این خاطر زیاد جنجال میکنه رسول الله صلی الله علیه و آله زبان عربی واضح هست رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که عیدهای جاهلیت الله تبدیل کرد به عید اسلامی و عید اسلامی چی است؟ اینمی عید قربان است، عید اضحی است و عید رمضان عید رمضان چرا عید میکنیم؟ به خاطر از اینکه مربوط به یکی از ارکانها وقتی که ما و شما طفلک بودیم در طفولیت ما مادر پدر ما برای ما چی میفت که پنج بنای اسلامی به پنج چیز است اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم حج خانه کعبه شریف همونطور میگفت بناهن رمضان ارتباط میگیره به چی؟ ارتباط میگیره عید رمضان به یک رکن از اسلام که او روزه هست و عید قربان تعلق میگیره به یک رکن از اسلام که او چی هست؟ حج بیت الله شریف است. اینال نویت عبادت تعیین شد پس این عبادت شد برای ما و شما اینال وقتی که نویت عبادت شد کیفیت شم تعیین شد کیفیت چی است؟ کیفیت شم بگفت که شما
وقتی که اید میکنین در اید باید چی بکنین؟ صبح که از خواب میخیزین مثلا غسل بکنین، مثلا تکبیرات بگوین، اذکار بگوین، وقتی که در ایدگاه بیاین اینجا نماز بخوانین، خانم ها را هم باید به ایدگاه بیاین، صدقه بکنین، باز قربانی بکنین. در اید مثلا خورد رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی خوراک مثلا کیفیتش برای ما بیان میکنن که در اید کلان مثلا آل کس باید نخوری تا که نماز نخواندی، و رسول الله هم وقتی که نماز میخوان بعد از او باز میرفت خانه یک چیز غذا میخورد، اما قبل در اید فطر او وقت رسول الله هم اول یک چند دانه خرما میخورد. سعی کنین وقتی که نویت عبادت تعیین شد، کیفیت شام تعیین شد. کیفیت چی قسم است؟ که در ایدها باید معصیت نباشه، گناه نباشه. مثلا دایره زدن از برای کی گفته؟ جاریتان. جاریه در زبان عربی چی را میگه؟ در زبان عربی جاریه دخترکای خردسال میگه. اونایی که زن چاق کرده بخیزه و دایره را بگیره و دنگ 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 دایره بزنه. اید فرهنگ اسلام نیست. اید فرهنگ بدینه و اوندوها. در فرهنگ اسلامی چی است؟ اگه دخترکای خرد دایرهکای خرد خدا میگیره دایره میزنه، مشکل نیست. و یا بعضی‌ها میگن که جاریه کنیز میگه. کنیز نیست. اگر یک کنیز چیز استاد شو بشه استاد خیلی، یک کنیز که مثلا او کنیز است و او حکم زنهای آزاد مسلمان دیندار داره، او نداره. او اگر کدام وقت مثلا در اونجا کنیزا یگان کار میکردن، لکن در حدیث شریف غالبا علما میگن که دخترک های خرد خود است. بنابراین برای مردای کلان هم شرم است. حال تو که بعض مردا میگن ما یک دایره بزنیم، گفتم تو جاری هستی، دخترک هستی، سرت شک داری؟ اگر تو راست بگو، اگر نه که شک نداری، پس تو که جاریه نیستی، تو که مرد هستی. برای مرد خود نگفته که دایره بزن، برای زن هم نگفته دایره بزن، گفته جاریه یعنی دخترک. کی جاریه میگن؟ یعنی که به سن بلوغ نرسیده باشه. دخترک 6 ساله 7 ساله دایره اگر که میگیره میزنه خلاص، اونجا خوشی میکنن، برای اون مشکل نیست. اما به مردایی که ماشاءالله ریشش چی میگه دیگه دایره رو بگیره و چی کنه، اینا کدام کتاب است؟ یا بخیزه برقصه ولا تمشی فی الارض مرحا. آیات قرآن صراحتا است، میگه در راهت بسیار چم خم نرو. در میرقص چی است؟ زیاد مردم تو چم خم میکنن. اینو گفته ولا تمشی فی الارض مرحا. پس وقتی که عبادت میکنیم، وقتی که نویت عبادت تعیین شد، کیفیت عبادت هم تعیین شده، از طرف الله تعیین شده و رسول الله صلی الله علیه و آله تبلیغ کرده و تطبیق کرده. و ما و شما باید احادیث در این راستا در عید هم داشته باشیم. ما چی کارا را بکنیم؟ دشمنی نکنیم. مثلا کد کس خفه هستیم در این روز به خاطر رضایت الله، بریم کد چی کنیم؟ امرایش پس آشتی بکنیم. این کلش تعلق میگیره. زمانش مثلا زمان عبادت هم الله تعیین میکنه و رسولش تبلیغ کرده. زمان عید اضحا چه وقت است؟ اینمی ذوالحجه است، سه شده عرفات، روز عرفه، روز اول عید، روز دوم عید، ایام تشریق. یعنی زمان عبادت هم و عید فطر هم زمانش معلوم است که بعد از ختم ماه مبارک رمضان در اول شوال چی میشه؟ عید قربان است. پس زمانش هم تعیین شده است و مکانش هم معلوم است که مثلا ما در کجا نماز بخوانیم. نماز عید باید در صحرای کلان خوانده شود و نمازهای دیگر که مثلا حج در کجا شود مکانش معلوم است. یک نفر میگه والا من میخوام در چخچران برم اونجا حج بکنم. نه برادر، مکان حج معلوم است. اونمو مکه مکرمه هست، حتی مدینه مکان حج نیست. مدینه مکان حج نیست. اونجا اگر کس سفر میکنه به قصد نماز خواندن در مسجد نبوی، چرا که در اینجا در حدیث آمده که قصد مسجد الحرام اگر کس سفر میکنه یا مسجد نبوی و یا مثلا مسجد قدس، اینی سه مسجد باز میره برای عبادت. اینال نویت عبادت معلوم شد در نظام فرهنگی اسلام که ایدها روزهای چی است؟ عبادت است. سیز نه؟ خود عید عبادت است، خوشیش عبادت است، ذبح کردن حیوان چی است؟ عبادت است، تقسیم گوشت چی است؟ عبادت است. متوجه هستین؟ که یکی از بغل کشی کردن، دوستی کردن، محبت کردن، او را در آغوش خود گرفتن، چی است؟ عبادت است. بین مسلمان ها محبت و صمیمیت باشه چی است؟ عبادت است. پس نویت عبادت معلوم شد، زمان عبادت معلوم شد، مکان عبادت معلوم شد، کیفیت عبادت و نویتش کلش معلوم شد. الله متعال همه ما و شما را توفیق بده که تمام اعمال خود را به شکلی بکنیم که در او رضایت الله باشه و رضایت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و ما و شما در روز قیامت هم تو در زیر بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حشر شویم. عید همه شما مبارک. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.